هموطنان عزیز و ارجمند، درود فراوان بر شما. کوروش عرفانی هستم و قسمت دیگر از سری برنامه های کنش و اندیشه رو خدمتتون ارائه میدم. برنامه های کنش و اندیشه میپردازه به آموزش های پایه‌ای و بنیادین سازمان خودرهاگران. در سه جلسه گذشته مبحث عادت رو مورد بحث قرار دادیم در سطح فردی و از امروز بحثی رو آغاز میکنیم در مورد عادتهای جمعی. مکانیزم هایی که در مورد عادت فردی توضیح دادیم با موارد کم یا بیش با مشابهی با مکانیزم های مشابهی در واقع در سطح جمعی هم روی میده، چون نباید فراموش بکنیم که به هر حال پدیده های اجتماعی نیز پدیده های انسانی هستند قبل از هر چیز و متشکل از افراد هستند و به این ترتیب بسیاری از روندها و فرایندهایی که در فرد عمل میکنه در جمع نیز عمل میکنه به صورت گسترده تر و با در نظر گرفتن روابط متقابلی که به وجود میادش بین افراد در دل یک جمع و به این ترتیب میریم به سمت به اصطلاح شرایط اجتماعی. ما گفتیم که عادت در فرد بر اساس یک فرایند کمابیش ناآگاه یا ناخودآگاه روی میده و مسائلی از بیرون در واقع در ذهن فرد گذاشته میشه و فرد به واسطه تکرار به اونها عادت میکنه و بعد بر اساس این عادتها رفتار میکنه یا فکر میکنه، حداقل اینطور احساس میکنه که داره فکر میکنه، در حالی که گفتیم حاصل اندیشه خودش نیستش. به همین ترتیب در مسائل جمعی و اجتماعی هم جوامع یاد میگیرن که به یک سری از باورها و رفتارها عادت بکنن و این عادتها زمانی که در جامعه مستقر شد تبدیل میشه به هنجارها، تبدیل میشه در بعضی از موارد به سنتها، قواعد، قوانین حتی، و به یک زبان نهادینه میشه، یعنی به شکل یک نهاد در میاد. نهاد چیست؟ نهاد یک مجموعه است از رفتارها که دارای یک کارکرد مشخصه و در ورای اراده فرد عمل میکنه. یعنی من و شما به صفت فردی چه بخوایم چه نخوایم اون نهاد وجود داره و عمل میکنه، مثل نهاد خانواده. به طور مثال چیزی به اسم خانواده در جامعه وجود داره، تشکیل میشه و کارکردهای خودش رو داره. من و شما چه بخوایم چه نخوایم این خانواده هست و داره عمل میکنه. ممکن انسان ها در دراز مدت با کار و تلاش و مبارزه و غیر و زاله یک نهادی رو بتونن تغییرش بدن یا اصلا برش دارن، اما در یک زمان مشخص در جامعه یک سری از نهادها هستش که عمل میکنه. نهادها هم به دو گونه تقسیم میشن. یکی نهادهای رسمی هست که حالت در واقع میشه گفت قانونی به خودش میگیره و مورد حمایت دولت هستش، پشتوانه اجرایی داره و قوه مجریه اونها رو میگردونه یا سه قوه دیگه. اما نهادهای غیر رسمی هم داریم که در واقع از پشتوانه قانونی برخوردار نیستن اما پشتوانه اجتماعی دارن. به طور مثال اگر شما مخالف قوانین راهنمایی و رانندگی باشید و به اونها عمل نکنید، قانون میاد خرتون رو میگیره، مجازاتتون میکنه. اما اگر مخالف نهاد خانواده هستید، خب این برخورد دیگران با شما هستش که صرفا میتونه مثلا ناخوشایند باشه. اما مثلا حکومت یا دولت نمیاد به جرم اینکه شما چیزی به اسم نهاد خانواده رو قبول ندارید دستگیرتون بکنه و مجازاتتون بکنه. یا مثلا آداب و رسوم یه چیزی هستش که نهادهای غیر رسمیه، مثلا میگن آقا به بزرگتر سلام بکن، اما اگر شما سلام نکنید ممکنه پدرتون یا برادر بزرگتون یا نمیدونم اعضا خانوادتون به شما سرزنش بکنن، اما مأمور قانون نمیاد شما رو به جرم این که سلام نکردید دستگیر بکنه. پس میبینیم که در جامعه نیز یک سری از موضوعات به صورت
عادت در میاد در ابتدا و بعد این عادت ها به دو گروه تقسیم میشه، اونهایی که حالت رسمی پیدا میکنه و تبدیل به نهادهای رسمی و قانونی میشن و اونهایی که به صورت عرف یا سنت در جامعه رواج داره، نهادهای به اصطلاح غیر رسمی هستن که عمل میکنن. اما بحث ما از این مسئله شکل و تقسیم بندی بر اساس قالب ها فراتر میره و توجه میکنه به مسئله محتوا. اینکه محتوای این چیزی که به صورت عادت اجتماعی در اومده چی هستش و چه رفتارهایی رو ما در جمع در واقع رعایت میکنیم که ناشی از عادت هستش، عادتهای جمعی، و به این ترتیب فکر میکنیم که اینگونه باید باشه. اجازه بدید یک مثالی رو مورد بررسی قرار بدیم که خیلی معنی داره. بسیاری از ما عادت کردیم که در جامعه، در شهر، در روستا، این سوی آن سوی شاهد حضور افراد فقیر باشیم. افرادی که بهشون میگن آدم‌های فقیر که به خاطر فقرشون مجبور هستن از دیگران تقاضای به اصطلاح کمک بکنن، اصطلاحا میگن متکدی یا گدا. ما عادت کردیم در جامعه که همیشه تعدادی به عنوان گدا و اینها کنار خیابون دستشون دراز باشه برای به اصطلاح به دست آوردن یه لقمه نونی. اما بسیاری از ما هست که نمیان فکر بکنن در مورد اینکه آقا چرا بایستی چیزی به اسم گدا در جامعه وجود داشته باشه؟ چرا یک سری از انسان‌ها هستن که بایستی در چنان فقر مادی به سر ببرن که حاضر باشن شأن و شخصیت خودشون رو زیر پا بگذارن و بیان در کنار پیاده رو بشینن، سرشون رو خم بکنن، دستشون رو دراز بکنن، آه و ناله بکنن، زاری بکنن که مردم بهشون یه پولی بدن؟ آیا از خودمون سوال کردیم چرا؟ ما میبینیم که پدیده‌ای تا این حد ضد انسانی، غیر انسانی، حتی غیر منطقی، برای اینکه چه دلیلی داره یه سری آدم ها اینگونه مجبور باشن برای پر کردن شکم خودشون احترام به خود رو زیر پا بگذارن و زانو بزنن مثلا در خیابان با یه حالت خیلی بدی دست دراز بکنن به رهگذرها؟ چرا؟ بسیاری از ما این سوال رو از خودش نمی کنه و نمی‌پرسیم که آخه دلیلش چیه؟ چرا؟ چون تبدیل شده برای ما به یک عادت و فقط فرد ما نیست، می‌بینیم که یه عادت اجتماعی شده و این عادت اجتماعی عادتی است که حول محور خودش یک سری از مسائل و موارد رو به وجود میاره. مثلا اینکه خیلی خوب، حالا یه بابایی به اسم گدا گوشه پیاده رو نشسته و محتاجه و از من درخواست کمک میکنه، من دارم رد میشم، یه پولی بهش میدم. دقت داشته باشید، با دادن این پول احساس میکنم که کار خوبی کردم، بنابراین در خودم احساس رضایت میکنم، عادت میکنم که اگر میخوام نسبت به خودم احساس رضایت بکنم به اون گدا پول بدم. بعضی همون فکر میکنیم اگر پول بدیم ثواب کردیم. ثواب میدونید کلمه مذهبی است به معنی پاداش، یعنی اینکه برای خودم یک پاداشی در نظر میگیرم به واسطه کمک که دارم میکنم. اگر من به فقیر یا گدا کمک بکنم در اون دنیا خدا میگه آه چه بچه خوبی بودی به اون گدا کمک کردی، حالا بیا برو بهش، نمیدونم، بیا این پاداشو بگیر. پس دقت داشته باشیم معامله میکنیم بر اساس حضور پدیده‌ای به اسم گدا. و عده دیگر رو میبینیم که میان و حول همین محور گدایی کردن یک عده اصلا یک بساطی را میدازن، بساط خمس و زکات و سفره دادن و نمیدونم نذر و نیاز کردن و این داستان. یعنی ببینید یک پدیده منفی، یک پدیده غیر قابل قبول در نگاهی انسانی و عقلایی نسبت به جامعه، یعنی پدیده
فقیر بودن یک عده تا اون حد که مجبور باشن دست نیاز در خیابان‌ها به سوی مردم دراز بکنن، به واسطه اینکه من و شما در جامعه به عنوان اعضای یک جمع عادت میکنیم به اون، تبدیل میشه به یک پدیده ای که اصلا نه فقط میپذیریمش بلکه براش کارکرد هم پیدا میکنیم و یکیمون با دادن یه اعانه، یه کمکی به اون فرد متکدی یا گدا، احساس میکنیم که راحت شدیم، احساس میکنیم عذاب وجدان نداریم، دیگری احساس میکنه که راه بهشت رو برای خودش باز میکنه، اون یکی فکر میکنه دزدیایی که تو بازار یا این سوی آن سوی صورت داده رو با یه خمس و زکاتی به آدمای فقیر حل و فصل میکنه. و به این ترتیب میبینیم که چقدر جالب همه جای خودشون رو پیدا میکنن در رابطه با اینکه یه عده‌ای انسان در فقر و محرومیت به سر ببرن و حضور داشته باشن برای اینکه دستشون رو دراز بکنن به سوی دیگران. پس این نکته به ما نشون میده این مثال که ما قادریم همونطوری که به صفت فردی یه سری مسائل رو بهش عادت میکنیم و بعد انجامش میدیم و اصلا فکر نمیکنیم که این پدیده خوبه، بده، از کجا اومده، چرا این گونه شکل گرفته. در جامعه هم همینه. در جامعه هم پدیده‌های اجتماعی بر اساس مکانیزم‌هایی که ازش به عنوان عادت میتونیم نام ببریم شکل میگیرن و پیش میرن و به این ترتیب حضور اونها در جامعه تبدیل میشه به یک حضور عادی و ما فکر میکنیم که زندگی این است و جز این نیست. شما نگاه بکنید به مسئله اعدام‌ها. اعدام به عنوان ضد انسانی ترین حرکتی که در یک جامعه بشری میتونه صورت بگیره از طرف حکومت انقدر تکرار میشه و تحمیل میشه که برای یک عده عادت میشه در جامعه. آقا هر 10 روز یه باری خبر میرسه که 4 نفر رو، 6 نفر رو، 2 نفر رو در فلان زندان، در فلان شهر به دار کشیدن، اعدامشون کردن و ما میشنویم و از کنارش هم رد میشیم. پدیده‌ای که باید همه ما رو شوک بکنه، وحشت زده بکنه که چرا جان یه انسانی رو گرفتن، به چه جرمی، به چه حقی، و بریم دفاع بکنیم از جان یک انسان دیگه، هم نوع ما هستش، یک بشری مثل ما و زندگی براش عزیزه، میگیرن جلوی چشم ما بسیاری از موارد بر سر چهارراه‌ها دارشون میزنن، اعدامشون میکنن و ما تنها کاری که میکنیم این استش که نگاه میکنیم و بیتفاوت از کنارش رد میشیم. چرا؟ چون عادت کردیم، چون عادی شده برامون. در خیابان میبینید به طور مرتب عده‌ای رو میگیرن، دستگیر میکنن، مورد بدترین رفتارها قرار میدنشون و ما نگاه میکنیم میگیم بله آره داشتم میومدم خونه، پلیس داشت 2 نفر رو دستگیر میکردش. و همین سادگی. بنابراین به طور جمعی شاهد پدیده های جمعی هستیم. پدیده های اجتماعی، فقر، تنفروشی، کودکان کار، کودکان خیابانی، دختران و پسران فراری، زنان مجبور به تنفروشی، معتادها، فقیرها، بیکارهایی که کنار خیابان نشستن، مردمی که در رنجن، در عذابن، مردمی که با هم دعوا میکنن، مردمی که به روی هم چاقو میکشن و هزار یک پدیده منفی دیگر رو در نظر بگیرید، همه اینا رو میبینیم و از کنارش رد میشیم و احساس میکنیم که هیچ اتفاق خاصی هم نیفتاد. همه اینها به خاطر اینکه تبدیل شده به عادت برای ما. یادتون باشه در صحبت‌های اولیه‌ای که داشتم در مورد عادت عرض کردم که در مکانیزم شکل‌گیری عادت مسائل به واسطه اینکه یه بار دو بار در جلوی چشم ما تکرار میشه دیگه اون تأثیر اولیه رو نداره بر ما و بنابراین ممکنه دیدن یک آدمی که گدایی که یا فقیری که کنار خیابون نشسته دست رو دراز کرده زمانی که ما 5 سالمون بود، 4 سالمون هست، 6 سالمونه، برای اولین بار این رو میبینیم
تعجب برانگیز باشه، نفهمیم چیه، از پدر و مادرمون سوال بکنیم، از برادر بزرگتر و خواهر بزرگترمون بپرسیم که این چرا اینجا نشسته دستش رو دراز کرده به سوی مردم و او جواب بده این فقیره، این گداست، پول نداره، پول میخوادش. و این میتونه خیلی ما رو شوک بکنه در اون سن. اما فردا که میایم دوباره بیرون میبینیمش، دو هفته دیگه که میریم یه جای دیگه میبینیم دو سه تا هم اونجا هستن و همینطور تکرار و تکرار باعث میشه که در سن 10 سالگی کاملا این مسئله که در خیابان‌ها یه مشتق آدم هستن به اسم گدا برامون عادی شده. مسئله فقر، مسئله نداری، محتاج بودن، دست خود رو به سوی دیگران دراز کردن و طلب کمک کردن، اینها برامون عادی میشه. و همین دلیل ما اگر حواسمون نباشه در جامعه خیلی چیزا هستش که قبل از تولد ما بوده و زمانی که ما متولد میشیم و بزرگ میشیم هم هست و برای ما انقدر تکرار میشه که تبدیل میشه به یک پدیده عادی، تبدیل میشه به عادت. برای جامعه در واقع، برای جمع کثیر، و لذا با اون خو میگیریم. بسیاری از ما هستن الان دیگه در جامعه ایران از خودشون نمیپرسن آقا چرا باید همیشه صف اتوبوس انقدر شلوغ باشه؟ چرا مردم باید در بدترین شرایط سوار اتوبوس بشن؟ چرا باید در بدترین شرایط سوار مترو بشن؟ چرا میبایستی زن و مرد از هم جدا باشن؟ چرا باید یه دهی بهترین و گرانترین اتومبیل ها رو داشته باشن و بیان تو خیابون ها از خودشون در کنار صدها هزار آدمی که منتظرن در نمیدونم اتوبوس ها و صفای اتوبوس و این سوی آن سوی تا یه جوری خودشون به سختی به سر کار یا به منزل برسونن؟ چرا باید یه دهی کاخهای بلند داشته باشن، ویلاهای آنچنانی داشته باشن و یه دهی در بیغوله ها و در کوخ ها و در مناطق حاشیه نشین زندگی بکنن؟ چرا باید یه دهی اینقدر پول داشته باشن که نمیدونن چه کار بکنن و یه دهی به خاطر نداری برن کلیهشون رو بفروشن؟ چرا باید یه دهی بتونن بچه هاشون رو بفرستن انگلستان و آلمان و کانادا و آمریکا تحصیل بکنن و یه دهی چون پول ندارن که بچه هاشون برن مدرسه از همون بچگی اونا رو میفرستن به سر کار؟ چرا میبایستی یه دهی زیادی در این کشور معتاد به مواد مخدر باشن و به این خاطر سلامتیشون، خانوادهشون، شغلشون، آیندهشون رو از دست بدن؟ چرا باید دهی زیادی از زنان ما در خونه ها گرفتار باشن و نتونن تحصیلات انجام بدن، نتونن آزادانه بیان بیرون برن کار بکنن، پیشرفت بکنن؟ چرا یه عده بچه در سن 5 تا 10 سالگی مجبورن که به کار سنگین مشغول باشن؟ چرا یه عده از کودکان هستن که در خیابان‌ها زندگی میکنن؟ چرا یه عده از زنان شریف کشور ما مجبور هستن که تنفروشی بکنن، مجبورن بدنشون رو بفروشن برای اینکه بتونن نون شبشون رو به دست بیارن؟ تمام اینها پرسش هایی هستش که اگر براش پاسخی نداشته باشیم عملا تبدیل میشه برامون به عادت. عادت میکنیم که همه اینها رو ببینیم. چرا بایستی همیشه و همیشه یه دهی سر این خیابان ها باشن به اسم پاسدار و بسیجی و گشت و لباس شخصی و اینها و زندگی رو بر مردم تباه بکنن؟ چرا باید دولت به خودش اجازه بده بیاد بره روی پشت بام ها آنتن های ماهواره ای رو بکنه؟ چرا باید اینترنت ما اینقدر سرعتش پایین باشه؟ در نظر بگیرید لیست سوال ها رو، بدون اغراق چند صد سوال جدی میشه مطرح کرد در مورد پدیده هایی که میلیون ها نفر روزانه با اونها برخورد میکنن در کشور و هیچ اعتراضی هم نسبت بهش ندارن، در حالی که هیچ کدومشون عادی نیستن، یعنی معمولی نیستن، قابل پذیرش نیستن، عادی هستن برای اینکه عادت شدن. جوابش اینه که فقط به خاطر اینکه تبدیل به عادت جمعی شدن برای ما. همه ما فکر می‌کنیم که این زندگی دیگه، زندگی اینه که جون بکنی
ببینی چجوری میتونی نونتو بخور و نمیر در بیاری. حالا این وسط اومدیم و یه شرابی هم گیرمون اومد و نمیدونم یه حال حولی هم این بر کردیم و یه کیفی هم بر کردیم و بالاخره یه هلکلکی میکنیم، یه خانواده تشکیل میدیم، تونستیم نگه داریم، اگه معتاد نشیم، اگه بدبخت نشیم، اگه بیچاره نشیم، بچه ها رو بزرگ بکنیم که مثل خود ما بدبخت و بیچاره بشه و به این ترتیب این زندگی دوام پیدا کنه. میلیون ها نفرمون این رو به عنوان زندگی قبول کرد، یعنی فقر و بدبختی و فلاکت و توسری‌خوری و بیچارگی و محرومیت و حق‌کشی و استثمار و غارت و اهانت و همه اینها رو به صورت روزانه پذیرا میشیم. چرا؟ چون عادت کرد. و ببینید چقدر بنابر این رژیم‌های دیکتاتوری کار میکنن روی به وجود آوردن این عادت‌ها، یعنی عادی کردن پدیده‌هایی که ذاتاً عادی نیست، ذاتاً قابل قبول نیست، قابل پذیرش نیست، اما من و شما به واسطه اینکه فکر نمی کنیم در موردش، به واسطه اینکه دیگه باور نداریم نسبت به اینکه آقا این نیست زندگی ها، زندگی یه چیز دیگه است، دیگه کردن تو کلمون که همینه زندگی، بابا همینه که بتونی جونی بکنی تا بمیری. یه عده ای از جوان ها مثلا فکر میکنن که خیلی خوب، حالا اینجا که جهنمه، ما میکنیم میام خارج از کشور، من اونجا دیگه همه چی برقرار، اونجا زندگی کیف و حال و غیر و ذالک. بعد میان فقط 5 سال میرن توی یه دونه اردوگاه پناهندگی در آلمان، در نروژ، نمیدونم در ترکیه، 1001 خفت و زاری و بدبختی و اهانت و تحقیر و بیخوابی و نمیدونم بیامنی و نبود امکانات و اینها رو به جون میخرن. تازه بعدش فکر میکنید چی؟ اگر شانس بیارن و مثلا بتونن پناهندگی بگیرن، اقامت بگیرن، تبدیل میشن به یک کارگر مهاجر یا یک مهاجر بیکار در اون کشور که تازه آلمانی و نروژی و سوئدی به چشم مفخور بیکاره دزد تروریست مسلمون نمیدونم چی بهش نگاه میکنه، حالا سالهای سال باید اینجا شروع بکنم به جون کندن، یعنی همون جهنم ایرانو حالا اینجا باید تجربه بکنم. دلخوشیشون چیه؟ اینکه عصری بیان برن تو پارک بشینن یه مش نمیدونم آدم ها رو نگاه بکنن، این میشه زندگی مثلا متفاوت. تازه برسن به اون مرحله‌ای که درس بخونن، همه چیز رو رعایت بکنن، زبان یاد بگیرن و غیره، یه کار پیدا میکنن، تبدیل میشن به یه دونه از مهره‌های ماشین جامعه سرمایه‌داری غرب و حالا باید یه 30 سال 40 سال برای اونجا جون بکنن، به معنی واقعی کلمه 8 ساعت در روز کار بکنن، شیرشون در بیاد، بچلونندشون، بعد دوران بازنشستگیشون رو به عنوان یک مهاجر همیشه به چشم بیگانه مورد مشاهده اون جامعه بگذرن. این شد زندگی. ببینید چقدر چشم اندازش روشن و درخشانه واقعا. و باز میدونید چرا؟ باز برای اینکه آماده هستیم که بریم در اون کشور خارجی و اونجا عادتهای جمعی اونجا رو پیدا بکنیم که به همون به چشم خارجی نگاه کنن، به چشم مزاحم، به چشم دزد، بیگانه، عقب افتاده، نمیدونم همه این صفت هایی که این اکثریت اعضای جوامع غربی نسبت به جهان سومی ها دارن، به خصوص به ما ایرانی ها و عراقی ها و افغانی ها و اینها. اینا واقعیت هایی است که چون راجبش فکر نمی کنیم و فقط بهش عمل می کنیم برامون عادیه، در حالی که هیچ کدوم از اینا عادی نیستن. مثلا عادت‌های جمعی همون وضعیت عادت‌های فردی رو داره و بنابراین من و شما میبایستی یاد بگیریم که ضمن ترک عادت‌های فردی تبدیل بشیم به اون عنصری در جامعه که عادت‌های جمعی رو هم زیر سوال ببریم، که عادت‌های جمعی رو هم بشکنیم و اینگونه نباشه که پیش خودمون تصور بکنیم بسیار خوب، ما چون مثلا یه چند تا عادت‌های فردی رو من ترک کردم، حالا جامعه هر جوری عمل میکنه منم همونطوری عمل میکنم. نه،
بسیاری از باورهای جمعی، عادتهای جمعی باید شکسته بشه و میتونه شکسته بشه، به شرطی که من و شما شروع بکنیم نسبت به اونها با چشم انتقادی نگاه کردن، نقدشون کنیم، قبول نکنیم. بر چه اساسی من میبایستی بپذیرم که یه عده‌ای چون پاس دارن و وظیفه‌شون کشتن و سرکوب و تجاوز به دیگرانه، باید ده برابر بهتر از من کارگر زندگی کنم، باید ده برابر بهتر از من کارمند و معلم و زحمتکش زندگی بکنم، چون من وجدانمو نفروختم، اونا فروختن. من خودمو در خدمت یه رژیم آدمکش نذاشتم، اونا گذاشتن. به اسم بسیجی، پاسدار، نمیدونم اطلاعاتی، انجمن اسلامی، تمام این شغل‌های خودفروشی که رژیم تهیه تدارک دیده برای اینکه پسترینا و رزترینای جامعه رو جلب بکنه در خودش و اونجا تبدیل بکنه به ابزارهای کنترل و سرکوب جامعه. اما ابزارهای کنترل جامعه فقط اون گارد ضد شورش و سپاهی و پاسدار نیستن. در درجه اول همتن عزیز دقت بکنید، پاسداران رژیم در مغز ما مستقر شدن. سپاه پاسداران فکری رژیم در ذهن ما مستقر شده. میدونید کجا؟ اونجایی که من و شما با مذهب جمهوری اسلامی کنار میایم، با سپاه جمهوری اسلامی کنار میایم، با دستگاه قوه قضاییه جمهوری اسلامی کنار میایم، با مدرسهش کنار میایم، با دانشگاهش کنار میایم، با تلویزیونش، با فیلمش، با سینماش، با اقتصادش، با فعالیتش، با دستگاه اداریش. یعنی دستگاه کنترل نظام جمهوری اسلامی در ذهن ما مستقره، به خاطر اینکه ما به یک سری از شرایط ضد انسانی که این رژیم عقب افتاده به وجود آورده عادت کردیم، عادی شده برامون و به واسطه اونه که تحملش میکنیم. والا تحمل نمیکردیم، والا سعی میکردیم یه چیزی رو تغییر بدیم. این تغییر همتنان عزیز به صورت اتوماتیک و خودکار به وجود نمیاد، از ماورای ابر و ماورای طبیعه نمیادش. تغییر زمانی در یک جامعه به وجود میاد که یه دهی از اون اعضای جامعه فکر کنن در مورد اینکه آقا ما چرا عادت کردیم به این خفت و خاری و ذلت. خدمتون شاید گفتم در دوران بردهداری میلیون ها برده فقط سرشون مینداختن پایین، کار میکردن، جون میکندن تا کشته بشن، تا بمیرن در راه خدمت به بردهدار، بمیرن در سن 20 سالگی، 22 سالگی، 25 سالگی در معادن و مزارع و زیر سنگ های بزرگ نمیدونم اهرام ثلاثه، اونا له بشن و از بین برن. خب آدم از خودش سوال میکنه، تو که داری روزانه زج میکشی، 12 ساعت، 15 ساعت داری کار میکنی، یه تیکه نون و یه ذره آب بهت میدن، تو سرت میزنن، مثل حیوان باید رفتار میکنن، تو چرا قیام نمیکنی؟ این سوال یکی از برده ها میکردن. یه دی میگفتن خب من زندگی من غیر از اینه، اصلا نمیدونستن چیز دیگری هم وجود داره. برده‌ای که فکر نکنه، برده‌ای که نیندیشه، برده‌ای که عادت‌هاشو زیر سوال نبره، که خب نمیتونه بفهمه چی چیز دیگری وجود داره که به خاطر دستیابی به اون چیز دیگر بیاد و طغیان بکنه، عصیان بکنه، شورش بکنه. و این حکایت، حکایت میلیون‌ها نفر از مردم ایران هم هست، مردم رژیم‌های دیکتاتوری که سر پایین انداختن و سکوت کردن. ما ها عادت کردیم، ولی چگونه قابل قبوله که هر 8 ساعت، هر 7 ساعت یکی از ما رو اعدام بکنن در زندان ها به نام قاچاقچی و شرور و نمیدونم اشرار مسلح و چی و چی و اینها، و بعد من و شما هم بریم آبگوشتمون رو بخوریم، من و شما هم بریم قلیونمون رو بکشیم، کیفمون رو بکنیم، به اصطلاح زندگی بکنیم، بلولیم تو خودمون که داریم زندگی میکنیم. همه اینا همتنان عزیز فقط به خاطر عادته، به خاطر اینکه من و شما از یه جایی شروع میکنیم از اون توانایی های واقعی انسانی خودمون دور میشیم و شروع میکنیم به تکرار مکررات، یک زندگی روزمره عادی رو پشت سر هم تکرار کردن، یه روز، دو روز، یه سال، دو سال، 10 سال، 20 سال، و تبدیل میشیم به یکی از این برده های برده سالاری جمهوری اسلامی.
من مطمئن هستم که بسیاری راجع به این مسائل با شما صحبت کردن، اما شاید حقیقت رو به شما نگفتن، تعارف کردن یا مسائل رو یه گونه دیگری بیان کردن. اما من در کمال صراحت و شفافیت و با زبانی ساده دارم میگم همه ما ایرانی ها تا زمانی که چیزی به اسم نظام جمهوری اسلامی بالا سرمون هستش برده هستیم. اسممون شاید برده نباشه، اما هممون برده ایم، برای اینکه برخورد جمهوری اسلامی با ما مثل برخورد بردهدار میمونه، درست مثل کسی میمونه که صاحب جان و مال و کشور و آینده و همه چیز ما هستش. خب فرق بردهدار هم همین بود دیگه، بردار اصلا میفروختش، معامله میکردش بردار، انقدر به چشم مال و شی بهش نگاه میکردش، همون کاری که جمهوری اسلامی با ما میکنه. و ابایی نباید داشته باشیم از اینکه بگیم این حرفو که آقا ما داریم به عنوان برده زندگی میکنیم. چرا؟ چون عادت کردیم. من بحث رو در قسمت بعد ادامه خواهم داد. امیدوار هستم که هیچ گونه شبهه و شائبه‌ای در مورد اینکه قصد من بی احترامی هستش در این صحبت نباشه، چرا که من نیز خودم بخشی از این ملت هستم و بنابراین داریم راجع به خودمون صحبت میکنیم بی پرده. ممکنه اشتباه بکنم، اما میتونید مطمئن باشید که قصد کمترین اهانتی ندارم و بنابراین تا زمانی که ما بی رحمانه به نقد خودمون نشستیم راه برون رفت از این بنبست تاریخی رو هم پیدا نخواهیم کرد. بحث عادت رو در جلسه بعد ادامه خواهیم داد. سپاسگزارم. سه جلسه گذشته مبحث عادت رو مورد بحث قرار دادیم در سطح فردی و از امروز بحثی رو آغاز میکنیم در مورد عادتهای جمعی. مکانیزم هایی که در مورد عادت فردی توضیح دادیم با موارد کم یا بیش با مشابهی، با مکانیزم های مشابهی در واقع در سطح جمعی هم روی میده، چون نباید فراموش بکنیم که به هر حال پدیده های اجتماعی نیز پدیده های انسانی هستند قبل از هر چیز و متشکل از افراد هستند و به این ترتیب بسیاری از روندها و فرایندهایی که در فرد عمل میکنه در جمع نیز عمل میکنه به صورت گسترده تر و با در نظر گرفتن روابط متقابلی که به وجود میادش بین افراد در دل یک جمع و به این ترتیب میریم به سمت به اصطلاح شرایط اجتماعی. ما گفتیم که عادت در فرد بر اساس یک فرایند کمابیش ناآگاه Thank you.
عزیز و ارجمند، درود فراوان بر شما. کوروش ایفانی هستم و قسمت دیگر از سری برنامه های کنش و اندیشه رو خدمتتون ارائه میدم. برنامه های کنش و اندیشه میپردازه به آموزش های پایه‌ای و بنیادین سازمان خودرهاگران در آگاه یا ناخودآگاه روی میده و مسائلی از بیرون در واقع در ذهن فرد گذاشته میشه و فرد به واسطه تکرار به اونها عادت میکنه و بعد بر اساس این عادتها رفتار میکنه یا فکر میکنه، حداقل اینطور احساس میکنه که داره فکر میکنه، در حالی که گفتیم حاصل اندیشه خودش نیستش. به همین ترتیب در مسائل جمعی و اجتماعی هم جوامع یاد میگیرن که به یک سری از باورها و رفتارها عادت بکنن و این عادتها زمانی که در جامعه مستقر شد تبدیل میشه به هنجارها، تبدیل میشه در بعضی از موارد به سنتها، قواعد، قوانین حتی، و به یک زبان نهادینه میشه، یعنی به شکل یک نهاد در میاد. نهاد چیست؟ نهاد یک مجموعه است از رفتارها که دارای یک کارکرد مشخصه و در ورای اراده فرد عمل میکنه. یعنی من و شما به صفت فردی چه بخوایم چه نخوایم اون نهاد وجود داره. اگر شما مخالف قوانین راهنمایی و رانندگی باشید و به اونها عمل نکنید، قانون میاد خرتون رو میگیره، مجازاتتون میکنه. اما اگر مخالف نهاد خانواده هستید، خب این برخورد دیگران با شما هستش که صرفا میتونه مثلا ناخوشایند باشه. اما مثلا حکومت یا دولت نمیاد به جرم اینکه شما چیزی به اسم نهاد خانواده رو قبول ندارید دستگیرتون بکنه و مجازاتتون بکنه. یا مثلا آداب و رسوم یه چیزی هستش که نهادهای غیر رسمیه، مثلا میگن آقا به بزرگتر سلام بکن، اما اگر شما سلام نکنید ممکنه پدرتون یا برادر بزرگتون یا نمیدونم اعضا خانوادتون به شما سرزنش بکنن، اما مأمور قانون نمیاد شما رو به جرم این که سلام نکردید دستگیر بکنه. پس میبینیم که در جامعه نیز یک سری از موضوعات به صورت عادت در میاد در ابتدا و بعد این عادتها به دو گروه تقسیم میشه، اونهایی که حالت رسمی پیدا میکنه و تبدیل به نهادهای رسمی و قانونی و عمل میکنه، مثل نهاد خانواده. به طور مثال چیزی به اسم خانواده در جامعه وجود داره، تشکیل میشه و کارکردهای خودش رو داره. من و شما چه بخوایم چه نخوایم این خانواده هست و داره عمل میکنه. ممکن انسان ها در دراز مدت با کار و تلاش و مبارزه و غیر و زاله یک نهادی رو بتونن تغییرش بدن یا اصلا برش دارن، اما در یک زمان مشخص در جامعه یک سری از نهادها هستش که عمل میکنه. نهادها هم به دو گونه تقسیم میشن. یکی نهادهای رسمی هست که حالت در واقع میشه گفت قانونی به خودش میگیره و مورد حمایت دولت هستش، پشتوانه اجرایی داره و قوه مجریه اونها رو میگردونه یا سه قوه دیگه. اما نهادهای غیر رسمی هم داریم که در واقع از پشتوانه قانونی برخوردار نیستن اما پشتوانه اجتماعی دارن. به طور مثال